سلام به ویدیو دیگه، خیلی خیلی خوش اومدید بچه‌ها. ویدیو امروز یه ویدیو خارق‌العاده براتون، نفر اول جهان رو آوردم. همونطور که مشاهده میکنید در حال حاضر تو گود رنک یک جهانه. با ما قراره تمام بتلایی که در واقع تونسته بره رنک یک جهان برسه رو با هم دیگه ببینیم. 5-6 بتل اخیرش رو قطعاً قراره با هم دیگه ببینیم. پس یه ویدیوی فوق خفن و استثنایی ازش خواهش کردم که چند بتل اخیرش رو برام بفرسته. بچه‌ها این تو گود من از گذشته میشناختم، فقط یادم رفته بودش که در واقع کی بود، اصلا چطوری بهش پیام بدم. خودش بهم پیام داد بچه توی تویتر به من فالو کردش همین دو سه روز پیش. بچه هادی پشمون، بچه ریپلایا رو نگاه بکنید. واو، موجی فرند ونوم، یا خدا. بریم بچه ها، بریم شروع بکنیم بتل اول رو ببینیم ونومو داشتمون چیکار کرده. بچه ها واقعا تو گود فوق‌العاده است. ببینیم اینجا چی کار کرده. بچه ها رنک یک جهان رو داریم نگاه میکنیم، گیم پلی رنک یک جهان در حال حاضر. امیدوارم که خفن تر از خفن باشه بتلاش. بچه ها میدونید که ترکیب تو گود در واقع مورتال هست و من توی یه دونه پیج دارم توی اینستاگرام، اتفاقا یکی از بتلایی که به همین پلیر خود برخورد کرده بودم و یه خیلی خیلی هم حساس بود و پست کردم پارسال، پیار سال بود که خیلی بچه ها خوشون اومده بود. من تو گودو زیاد زدم، حقیقتا زیاد زدمش توی لدر. با همین ترکیبش هم همیشه بازی میکنه. کلا من این ترکیب خوب میزنم، ترکیب تو گودو. خب مرتار اصلا تراز کاشته. اوکی ببینیم آرچرا رو اشتباه زد یه خورده. خب بچه من بهش گفتم 6 یا 5 بتل اخیرش رو برای من ارسال بکنه دیگه، پس امکان هر چیزی وجود داره، چون همش برد نبوده قطعا و امکان داره که حتی این بتل رو باخته باشه. ببینیم چی میشه. بچه ونوم ما دیروز یه ویدیو در بارش گذاشتیم، ونوم و راکان و کلن پلیرهای خیلی خاص و حرفه‌ایه که داش رویال، که بچه خیلی از اون خوشش اومده بود. خب اکسپو رو از سمت چپ. واو فوق‌العاده زد مرتارشو بچه به نظرم. خب بچه با ایکس با فعلا نتونسته کاری انجام بده ونوم و تو گودم هنوز کار خاصی انجام نداده. قطعا با این راکت میتونه کارو در بیاره و یه مورتار میزنه یا نه. ببینید تنها راه گرفتن ایکس با همین یا یه دونه مورتاره یا راکت، که خب راکت رو فعلا زده برای چیز، گرفت رو تاور فکر کنم. نه نگرفت، شانس آورد. بچه ونوم اگه ویدیوی دیروز اگه دیده باشید میدونید که چقدر تاکسیکه این بشر. ما چون هم به ونوم یه بار ریاکت رفتیم، هم به نفر یکی جهان یعنی راکان لاوا. ویدیوی دیروز هم بچه من به یه نفر اول جهان ریاکت رفتم. بچه ها حمایت بکنید، لایک اصلا فراموش نشه. خب اکسپو الان یه جونه 100% تقریبا داره. آچر لاگ. خب او مای گاد، اوخ 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 اوخ، چی کار کرده ونوم تو این بازی. مورتارو کاشت. اوکی نایتس. بچه ها من این تو بودم تو لیستم اضافه کردم، یعنی میتونیم بتلاشو نگاه بکنیم با هم. گرفت، گرفت رو تاور به نظرم. گرفت بچه ها. نه این نایت اولوشن، نه نست به این نایس. خیلی دک در سرویس این ونوم. مرتار. اوکی ببینیم چی شده اینجا. لاگ. یه نایت. بچه ها اصلا نمیشه تشخیص داد چه اتفاقی تو این بازی افتاده. یه نایت فوق‌العاده زد تا آرچرش زنده بمونه.
اوه چه تورنادو لاگی. نایت احتمالا نه نزد. اوکی. اوه چقدر حساسه. با اینکه لایو نمیبینم ولی پشمام داره میریزه، خیلی داره حساس پیش میره. شیت واقعاً ونوم گیم پلیش عالیه. گرفت رو تابه، یه ضربه وارد کرد. ایکس با این ایموتا رو نزنی خیلی بهتره. اوکی وای بچه ها 17 ثانیه اوج حساسیت. واو راکت هشمو بچه ها اینجا رو نگاه بکنید بچه ها. Nothing to say. عجب گیم پلی خفنی دیدیم. خدایی از این خفن‌تر من ندیده بودم توی نواخر. واو این یه تهش بود، آخرش بود. این دیگه آخرش بود بچه‌ها. آخرت گیم پلی کجا بود این ونوم؟ آه ونمو دیدیم اومد این تا. خب بچه ها ما 4-5 دیگه داریم فرندو ببینیم. بچه ها هادی هم هست. عجب گیم پلیایی بچه ها. فرند لابا پلیر با لابا بازی میکنه، ببینیم چطور پیش رفته تو این بتل. واقعا دارم بهتون میگم یکی از دوست داشتنی ترین پلیرهای گلوبال این تور بود. من از گذشته میشناختم، من گفتم شاید بخاطر اینکه همیشه از من میباخت اصلا جواب سوالی یا حالا هرچی فالوی چیزی اصلا نکنه انجام نده، ولی خب بچه من فهمیدم فراتر از این نرفاس. خیلی بچه درستیه. خب مینیون از سه از بک مینیونو زده. اگه قبول دارید ویدیو رو لایک کنید. به نظرم الان یه مچاپ 70-30 به نفع فرند داریم، واقعا بهتون میگم. مورتار کاشته، مورتار بومبر بالون. میبینید این بالونه میتونه اذیت بکنه، احتمالا میخواد با تورنادو بکشه به سمت کینگ تاور اصلا بدون ضربه. بله به 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 از اون کارهای فوق‌العاده انجام میده این بشر تو گود. اوکی ببینیم چی میشه داستان. بچه من زیاد پیگیر این داستان نیستم، وگرنه من هر روز میستنم براتون گیم پلی نفر یک جهان رو بذارم، همونطور که دیروز گذاشتم نفر اول جهان یعنی راکان رو براتون گیم پلیش رو گذاشتم. امروز هم که اینه یه خورده پیگیری کنم، میتونم هر روز براتون یه همچین ویدیویی بذارم، ولی خب دوست ندارم روند تکراری داشته باشه چنلمون. الان مثلا فردا لدر داریم، تاپ لدر داریم، یه ویدیوی تاپ لدر 2700 آماده دارم بچه ها. الان نبینید منفی زدم، من 2700 سینا بودم که منفی خورد قضیه، والا دارم ویدیو خیلی خفنی هم هستش آماده است. بچه ها اینجا چجوری میخواد جمع بکنه؟ تورنادو؟ بله تورنادو رو میزنه. بومبر نایت عالی جمع کرد حاجی، عالی. توگود فوق‌العاده است، با این ترکیب بی نقص بازی میکنه. حالا هم که فرندلیسشو داریم بچه ها، یه پلیر خیلی خفن دیگه هم گرفتم فرندلینکشو. اگه گفتید کیه؟ که رنک 2 گلوبال تورنمنت جهان توی همین دو سرزه بشه گلوبال تورنمنت بود، رنک 2 جهان زد توی همون تور. خلاصه داشتون داره پرکاری میکنه تا ویدیو خفن باشه. آرچر دوم، در واقع آرچر چهارم، چهار تا آرچر هستش وسط بازی. فکر کنم آرچر بخواد باف بشه. خب مورتار قطعا بعد همینطوری میزنه. مورتار گرفت رو تابه، هشمان گرفت رو تابه. اصلا فکر نکنم تا آخر بازی بتونه به پشمای تاور تو گودان نزدیک بشه. حالا ببینیم چی میشه. مورتارو کاشت. اینفرنو و راکت. حالا راکت.
به 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 این راکت اینجا جمعش کن. واو واو خداست این گیم پلی، خدا مرتار حالا دیگه اِوولوشنه. شوخی بردار نخواهد بود. چقدر هوشمندانه بود این نایت آخری که زد. به به آقا، به به آقا، کار فرندو به همین راحتی ساخت. فوق العاده است این بشر، فوق العاده، فوق العاده، فوق العاده، چقدر خوبه. خب کیو دیدیم؟ خب بچه ها بریم هادی هم ببینیم، خیلی جذاب میشه این گیم پلی. هادی ببینیم چیکار کرده. 3.80 کاپ هادی بوده و به توگوت خورده. به نظرم این مچ ها برای توگوت میتونه باشه، چون با اون راکت سایکل کردن ها کاملا میتونه دمار از روزگار این ترکیب گولم در بیاره. و میگم بازم بستگی به گیم پلی داره دیگه، امکان داره هر اتفاقی توی هر بازی بیفته. خب کالکتر هنوز در دست نداره هادی. این که میبینم هادی دیگه با دوال پرینس بازی نمی کنه، اصلا از سعید ناراحت میشم، چون چندین سال من عادت داشتم هادی رو با دابل پرینس ببینم. ببینید چقدر دابل پرینس و ترکیبای نوستالژیک مثل ترکیب خودم، ترکیب پکابرای جسمم ضعیف شده که دارم پلیرها با ترکیبایی که شاید تا یک سال پیش اگه بهشون میگفتی بیا با این بازی بکن میخندیدن بهت دارن بازی میکنن. واقعا اگه خود منم گوبلین چاینتو مکس داشتم بازی میکردم بچه ها. تست کردم گوبلین چاینتو میتونم در حد 3000 تا اینو بازی بکنم باش. گرفت رو تاور. به 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 فوق‌العاده است. یکی دیگه حد اقلشه. بعد چقدر خوبه این بشه، چقدر خوبه. راکت مرتار اِوولوشن الان بزنه واقعا حالی هیچی نداره برای اینکه شدوشو بگیره. زد هشمام گولم. بله گولمو کاشت. آخرین ثانیه شانس آورد. گرفت رو تاور. نایت میخواد بزنه؟ نه کاریش نکرد. اوکی دیگه چیزی که میخواست رو به دست آورد. تو بود الان دفاع کردن این گالم از هر چی فکر کنید آسون تره. نکنید هیچ پشتوانه ای نداره. مرتار بعدی. بله مرتار بعدی. تورنادو. نه این دفعه نزد. امکانش هستش. واو سطح تورنادو رو دیدی چطوری انداخت؟ سطح به این میگن. مرتار بعدی احتمالا. خب این دفعه برای دفاع استفاده میکنه، فکر خیلی خوبیه. به هر حال به چیزی که میخواست دست بده کرد. تو گود آرچرز و بعد تورنادو، تورنادو، تورنادو. آها نه بدون تورنادو جمع شد. گفتم این ترکیب میتونه راحت گولمو بزنه. اوکی نایت. مرتار اِوولوشن. تورنادو شاید بگیره. نه تورنادو، تورنادو چرا اونجوری زد؟ آها میخواد یه راکت بزنه کار تمام بشه کلن. ببینید الان یه راکت یه دونه بزنه. راکت 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 فقط راکت. آه راکت تورنادو بزن این لعنتیو. چقدر استرس گرفتم آجی. شیت میتونه تورنادو رو به تاور بزنه. او مای گاد، او مای گاد. تمام تمام. خصوصیت این ترکیب همینه دیگه، راکت سایکل کردن، فوق العاده بازی کردن و تاجم پیروزیه.
چه ترکیبیه حاجی، خوراک شما هاست. میدونم شما دوست دارید از این ترکیب و خوراکتونه، مطمئنم. بچه ها گیمپلی آخر که من دیدم موجیه، دمش گرم. یه چند تا دیگه فرستاده، میگه چند تا بفرستم، فعلا جوابشو نمیدم. بذارید اینو دیدیم، ونوم فرند هادی که ندیدیم، اینم ندیدیم، این که چیز نیست هستن. آه اینو ندیدیم، گابریل. او مای گاد اینم زده حاج، این گاب تریوای همونیه که با رویال جاینت بازی میکنه. یا خدا یا خدا حاجی، بریم اینو ببینیم. یعنی زده بچه ها، ترکیبی که الان بهش خورده فول زده، فول قار مادر زده، در این حده. نمیدونم چجوری حالا امکان داره اینو بزنه، میخوام ببینم واقعا چطور امکان داره. اگه بخواید من بچه ها میتونم این داستان رو ادامه بدم، یعنی رنگ یک جهان، هر کی میره رنگ یک جهان روز بعد شما گیم پلیش نگاه بکنید، یه همچین داستانی رو خیلی راحت میتونم هندل بکنم. موتور بعدی بچه ها ترکیب گاب تریوای که همون گابریل منظورشه دیگه، گابری میخواسته بنویسه گابری. من فرلینک گابری رو داشتم، بخواید میتونم بگیرمش، توی توییتر فالو دارمش، ولی خب گیم پلیش حالا به دردمون نمیخوره. اگه فکر میکنید به دردمون میخوره که بگیریم ازش. من کسایی که به دردم میخوره رو میگیرم. خب بچه این واو معنیش میدونین چیه؟ اینکه دهن تو گود سرویسه، چون کارش سخته در برابر یه همچین ترکیبه دشواری، خیلی دشواره. خب مورتار اولوشن تورنادوی پشمریزون، حداقل یه ضربه بوم بوم، البته اینجا هم دو ضربه. آقا تا الان هر چی دیدیم رو بذارید کنار، این بتل رو نگاه بکنید فقط، مطمئنم خار مادر حساسیت تو همین بتله. مورتار؟ بله مورتار رو میکاره، یه بربر اولوشن الان در دست داره گابریل. رویال جنت بعدی، آخ آخ آخ، قطعا که میخواست، یا نه یا همین کار رو میخواست انجام بده، چون دیدید ضربه مورتار به تاورم وارد شد. بچه ها کارهایی انجام میده که تو چشم ما سوتیه، ولی تو چشم خودش یعنی تکنیک. من فکر کردم سوتی داد، ولی در اصل یه تکنیک زد اونجا. پشمام پشمام، واو واو، یه همچین گیم پلی تو چنل من ندیده بودی تا الان، منظورم اصلا یه همچین ترکیبیه. خب مورتار بعدی بچه ها، ویدیوی تاپلری که من آماده کردم کم نداره از اینا، الان آماده است، ولی خب میگم بذاری ذره وقفه بیفته، ویدیوهای خفن رنگ یک جهان رو ببینید، داغ 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 اینا رو ببینید، بعد وقت زیاده. ویدیوی تاپلری خیلی خفن، در حد همین بتلا هستش که گرفتم، واقعا در حد همین بتلا بود، چون میدونید دیگه من بدون اولوشن بازی میکنم، هر بتل حکم تاپ زد زدن دو سال پیشه داره. اینقدر سخته بدون اولوشن. خب اوکی نایت، نه آرچر، شیت، تورنادو عالی. بچه ها تاور رو داره میگیره گابری، مختار تستا رو زد، او مای گاد گرفته رو تاور، What the fuck؟ این آرچر برای آرجی بود که زده شد. خب تورنادو
دور نادورو نزنید تو که میبینید آرچر رو در دست گابری، قطعا تنها راه بردن تو بود همین آرجی هاست. یا خدا 30 ثانیه به بازی بیشتر نمونده، اوج حساسیت، اوج گیم پلی. گیم پلی نفر اول جهان رو داریم نگاه میکنیم. یا خدا به این سطح، یا خدا. خواهد تورنادو بزنم ها، بدون تورنادو. به به آقا، به به آقا، به به. هیچ حرف خاصی نمیمونه. بریم بچه آخرم ببینیم ازش. دم مرام و معرفت این پلیرهای خارجی گرم. به صد تای این ایرانی های تاپ 200 و که فهم میکنن چی کار کردن و چیزی از گذشته ما نمیدونن بهتره. بچه ها گابری اشتباه اومدم بچه ها، وایسید. گابری رو دیدیم دیگه، آره. کدومو ندیدیم؟ موگی، فکر کنم موگی باشه. ندیده باشیم موگی اینو دیدیم؟ نه اینکه نیست. بذارید اینها. به به اینجا قایم شده بود. بریم ببینیم که بتل آخرش فکر میکنم همین بوده یا یکی مونده با آخرش، نمیدونم. آه این ترکیبیه که محمد لایت بچه ترند کرده. خدا کنه این ترکیب زیاد بشه. خیلی راحت میزنم این ترکیبو. اتفاقا توی ویدیو 2700 کاپ که آماده هستش یه همچین ترکیبی رو زدم، دقیقا همین. و اونجا متوجه میشید که چقدر آسونه زدن این ترکیب برای من، حتی آسونتر از ترکیبی مثل هوگرایدر فایرکرکر، از اون آسونتره. خب آرچر از بک، بله مثل همیشه. اوکی مورتار. بچه ها الان میتونم حس کنم این کارت زلزله چقدر میتونه کمک بکنه. نگاه کنید یه دونه زلزله برای خاندانه مورتار کافیه. هوگ رایدر تورنادو داره. تو گود این کارو هم انجام داد، خیلی هم عالی. خب ویزارد واو کارش تمومه. بچه ها کارش تموم کرد. البته نه، زود قضاوت نکنیم. خب مورتار اگه ازش بخوام میتونه که این پلی قبلیش هم بذاره، ولی خب کافیه برای ویدیو امروز. دهنم خوش شد. ویزارد گرفته رو تاور پشمام. هوگ رایدر تورناد. وای بچه ها تورنادو راکت پشمام چه حرکتی زد. هم نظرم حریف فقط ول کنه بازی رو. این تا زمانی که تو گودو دارم میگم، تا زمانی که راکت و تورنادو تو دستش، اصلا فکر نکنم حریف بتونه به تاورش برسه. تنها راه دمیج وارد کردن هم همون چیزه، زلزله هستش برای حریف. خب مورتار از سمت چپ و نایت معمولی، البته که اِوولوشن کارت ترکیب تو بود همین مورتار دیگه. داره مورتارا رو میریزه، قشنگ اسکیل داره تو سر و صورت این پلیر ژاپنی میپاچه. یه دونه زد. آرچر ویزارد همچنان زنده است. اصلا خبر خوبی نیستش. اینکه ویزارد زنده باشه اصلا خوب نیست.
بچه ها یه میسکال داشتم، باید اونو ردش میکردم، ردش کردم، باید یه تم رفی دقیقه. بچه ها من مشکل نیستو کلن حل کردم، موزل اینترنت که چندین ماه گریبان گیر من بود دیگه وجود نداره. بعد اینکه در واقع این ویدیو رو گرفتیم، من شروع میکنم به جبران کردن منفی ها. بچه ها اصلا حوصله هم نمیگیره مثل قبل بخوام بازی بکنم، اصلا حوصله هم نمیگیره بچه ها، اصلا نمیدونم چرا. بعدی من قبلا حوصله هم میگیره فصول تاشه بازی میکردم، اصلا الان اینجوری نیست، اینقدر گشاد شدیم. اوکی کارو تموم کرده چی؟ این الان 10 تا هم اسپل زلزله و هوگ رایدر بزنه بازم تو بود میتونه دفاع بکنه. تورنادو تورنادو رو دیدنه اشتب زد و چیج. بله مشخص بود بازی رو میبره. بچه امیدوارم که از گیم پلی نفر اول جهان لذت برده باشه، که مطمئنم لذت بردید. بریم ازش تشکر بکنیم، واقعا دمش گرم. ببینیم الان چنده در حال حاضر، فکر کنم یک باشه. به 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 بچه ها، هارد کردید یا نه؟ گیم پلی نفر اول جهان رو با هم نگاه کردیم. خیلی بتلاش جذاب بود، خیلی بتلاش جذاب بود، سیف سیف بازی میکرد، 10 از 10 بود گیم پلی این بشر، چیزی که این دوستمون گفته. جی جی اس برو، جی جی برو، یور امیزینگ، thank you for the replies. خب بچه ها تری ویدی خفن دیگه، بدرود.